الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خواهراني محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس هفته ششم است. در هفته گذشته ما شما طرق تفسیر را خواندیم که در تفاسیر علمای کرام و مفسرین دو طریقه را به پیش برده. طریقه اول طریقه تفسیر بالمأثور است و طریقه دوم تفسیر بالرأی است. طریقه تفسیر بالمأثور را ما شما خواندیم که در حقیقت تفسیر بالمأثور تفسیر بالروایت است و مصادر تفسیر بالمأثور را مخواندیم که مصادر تفسیر بالمأثور یا قرآن کریم است که تفسیر قرآن بالقرآن می شود، مثال هایش هم خواندیم، یا سنت نبوی است که تفسیر القرآن با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می شود. و بعض علما در کتاب های احادیث هم باب ها و کتاب ها را به این مختص کرده، مانند امام بخاری که کتاب التفسیر دارد و همچنان امام ترمیزی ابواب التفسیر دارد و همچنان امام نسائی هم ابواب التفسیر دارد. پس تفسیر القرآن به سنت النبویه تفسیری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را تفسیر کرده. و تفصیلی این باب را خواندیم که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم هم قرآن کریم را تفسیر کرده و یا یک جزء از قرآن کریم را تفسیر کرده، که در درس های سابق این مسئله را تفصیلی خواندیم. سوم تفسیر القرآن به اقوال الصحابه است. این هم متفق علیه تفسیری بالمأثور است، چون صحابه هم اهل لغت بودند، هم شاهد نزول وحی بودند و هم از دیگران ثقه بودند، عدول بودند. با این خاطر تفسیر صحابه مقبول ترین تفسیر بعد از تفسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم شمرده می شود. اما تفسیر تابعین، اگرچه بعضی علما در آن اختلاف کرده، لیکن باز هم کبار التابعین اقوالش تفسیر بالمأثور شمرده می شود. و حکم تفسیر بالمأثور را هم خواندیم که تفسیر بالمأثور جائز و مقبول است. و وقتی که تفسیر بالمأثور ما به دست آریم، به تفاسیر دیگر نیاز نیست که او را قبول کنیم. با همین خاطر در حکم تفسیر بالمأثور صاحب کتاب گفته که یجب الاخذ بالتفسیر بالمأثور ولا یجوز العدول عنه. واجب است اخذ و گرفتن تفسیر بالمأثور و جائز نیست عدول از آن، که با کدام تفسیر دیگر ما ترجیح بدهیم در مقابل تفسیری بالمأثور. لیکن در تفسیری بالمأثور هم ما و شما خواندیم که تفسیری بالمأثور دو نوع است. یکی تفسیری بالمأثور مقبول است که صحیح است، بروایت صحیح ثابت شده باشد. اما در تفسیری بالمأثور هم اسرائیلیات داخل شده، احادیث موضوعی داخل شده، علما باید درباره تفسیری بالمأثور محتاط باشد که تفسیری را بگیرد که سندش صحیح باشد و بر روایت صحیح ثابت شده باشد، که انشاءالله تفصیلی تفسیری بالمأثور را انشاءالله در درسای آینده میخوانیم. طریقه دوم که امروز ما میخوانیم تفسیر بالرأی است. مراد از تفسیری بالرأی تفسیر بالاجتهاد است، که یک عالم تفسیری یک آیت را در قرآن کریم پیدا نمی کند، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به نظرش نمی رسد، صحابه کرام و تابعین تفسیرش نکرده باشد، لیکن این عالم از خود اجتهاد کرده باشه و این اجتهاد هم شروط دارد. اجتهادی این مفسر درست است، لیکن به شرطی که
در آن شروط مفسر متوفر باشد، واقعا این شخصیت مفسر باشد و شروط مفسر در آن متوفر باشد، باز تفسیرش قابل اعتماد است. اگر در عالم شروط مفسر متوفر نبود، صاحب هوا و خواهش بود، متقی و پرهیزگار و متبع سنت نبود، باز در او وقت تفسیری او قابل قبول نیست. بعد از اینکه ما خواندیم که تفسیر بالرأی تفسیر بالاجتهاد است و تفسیر بالرأی در وقت مقبول است که مفسر همه شروط مفسر در آن متوفر باشد، در آن پورا باشد، باز اگر مفسر با اجتهاد از اجتهاد کند، اجتهادش مقبول است. از این خاطر علما تفسیر بالرأی را به دو نوع تقسیم کرده، تفسیر بالرأی المحمود و تفسیر بالرأی المذموم. تفسیر بالرأی المحمود، تفسیر بالرأی المحمود تفسیری از که با اجتهاد شده باشد لیکن از قرآن و سنت مخالف نباشد. اجتهاد با است لیکن مستمد از قرآن و سنت است. اجتهادی است که موافق قرآن و سنت باشد و صاحب تفسیر هم عالم بلغت عربی باشد و هم با خبر باشد از اسالیب و قواعد لغت عربی، از قواعد شریعت هم با خبر باشد و از اصول شریعت هم با خبر باشد. به این اندازه عالم اگر یک رأی و اجتهاد کند در آیات قرآن کریم، باز این تفسیر محمود است که مخالف قرآن و سنت هم نباشد، صاحبش عالم هم بلغت عربی باشد و صاحبش عالم به قواعد شریعت و اصول شریعت باشد. مفسر در اینجا جهد و عقل خود را به کار میبرد و از نص قرآنی بعض مفاهیم را استنباط میکند که او مطابق لغت عربی هم باشد و مطابق نصوص و دلائل شریعت هم باشد. همین نوع از تفسیر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره او به ابن عباس رضی الله عنه دعا کرده که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل، ای الله فقاهت علم برایش نصیب کو و علم تفسیر برایش عطا کو. و همین تفسیر است که بعضی صحابه در تفسیر بعضی آیات اختلاف کرده، چون هر صحابی رأی خود را با پیش برده و رأیش هم موافق به لغت عربی است و هم موافق شریعت است. این تفسیر به رأی است، در بین بعضی صحابه هم در بعضی آیات اختلاف شده که امام زرکشی در البرهان این را ذکر کرده. حکم تفسیر به رأی المحمود چی است؟ ما گفتیم که تفسیر به رأی دو قسم است، تفسیر به رأی المذموم که ایرا بعدا میخوانیم، تفسیر به رأی المحمود حکمش چی است؟ علما رحمهم الله تفسیر به رأی المحمود را جائز دانسته وقتی که استنادش به لغت عربی باشد، وقتی که موافق شریعت و نصوص و دلائل شریعت باشد. دلائل ای علما چی است که میگوید که تفسیر به رأی المحمود جایز است؟ چند دلائل دارد. دلائل جوازی تفسیر به رأی المحمود، اول قول الله جل جلاله ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن کریم را آسان ساختیم برای پند و نصیحت، فهل من مدکر، کسی است که از این پند بگیرد؟ پس پند گرفتن، نصیحت گرفتن، استنباط کردن ای جایز است و قرآن کریم با می خاطر نازل شده که مردم از او پند بگیرد. و همچنان قول الله جل جلاله افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، چرا آیا اینها تدبر نمی کند در قرآن؟ ام على قلوب اقفالها، یا در قلبهایشان قلف است، قلبهایشان بند است؟ پس تدبر در قرآن کریم
و می خاطر است که استنباط بکند، فواید را استخراج کند و اجتهاد کند. لیکن اجتهادش مثل که قبلا گفتیم موافق لغت عربی باشد و موافق شریعت باشد. و همچنان قول الله جل جلاله کتاب انزلناه مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. کتاب قرآن کریم یک کتابی است عظیم، انزلناه که ما ایرا نازل کردیم، الیک به تو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، مبارک، کتاب مبارک و برکتناک است. بخاطر چی؟ لیدبروا آیاته، لیدبروا، تا که در آیات هایش تدبر شود، باید تا که این مردم در آیات های قرآن کریم تدبر کند. لیدبروا، بخاطری که این مردم تدبر کند آیاتی در آیات الله، در آیات کتاب. و لیتذکر اولو الالباب، و بخاطری که مردم از این پند بگیرد. پس تدبر در قرآن کریم با می خاطر است که مردم اجتهاد بکند، استنباط بکند، فوایدش استخراج کند. غیر از این آیات دیگر هم وجود دارد که دلالت به تدبر در قرآن کریم میکند، دلالت به این میکند که مردم علما باید ذهن خود در آیات قرآن کریم صرف کند و از او پند بگیرد. ای خود دلائل از قرآن کریم بود. همچنان کسایی که تفسیر به رأی المحمود را جایز دانستند، دلیل دومش دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابن عباس رضی الله عنهما بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او دعا کرده بود که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. ای الله فقاهت علم برش نصیب کو و علمه التأویل و علم تفسیر برش نصیب کو. اگر مرادی پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها تفسیر بالمأثور بود، تنها تفسیر بالروایت بود، باز ابن عباس کدام مزیت نداشت و رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر قرآن را به همه صحابه بیان کرده. امتیازی ابن عباس در دعا چی بود؟ وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابن عباس دعا میکند که اللهم علمه التأویل، یا الله علم تفسیر برش عطا کو، یه دلالت به این میکند که مراد از این تفسیر بالمأثور نیست، امو تفسیر نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را بیان کرده، بلکه مراد از این امو اجتهاد است، امو رأی است که یک مفسر در یک آیات قرآنی صرف میکند و از او استنباط میکند. هر شخص این کار را کرده نمیتونه، حتی هر عالم این کار را کرده نمیتونه. این یک نعمت خداوند جل جلاله است که برای بعضی علما میدهد که او از آیات قرآنی کری مطابق لغت عربی و مطابق نصوص شرعی و قواعد شرعی اجتهاد میکند و استنباط میکند. و هزارها تفسیر که ما میبینیم در کتابخانه های کلان، ای همه در اکثرش تفسیر بالمأثور هم وجود دارد، لیکن بعضی علما آرا و اجتهادات بسیار عظیم و مفید کرده که ما شما از او استفاده میکنیم. دلیل سوم علمایی که میگوید که تفسیر بر رأی المحمود جائز است، ای است که صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین اختلاف کرده در تفسیر قرآن، و اختلاف صحابه اجتهادش بود. اگر تفسیر به رأی المحمود جائز نمی بود، پس چرا ما اختلاف صحابه در بعضی آیاتها را می بینیم؟ البته در تفسیر بعضی آیاتها، در تفسیر بعضی آیاتها که اختلاف صحابه موجود است، ای به این معنی است که صحابه اجتهاد کرده، لیکن اجتهاد صحابه مطابق قواعد لغت عربی و موافق اصول شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم بود. از این معلوم می شود که تفسیر به رأی المحمود جائز است. امام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید فاما من تکلم یعنی فی التفسیری بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. فأما من تكلم يعني في التفسير، كسي كدر تفسير چيزي گفت بما يعلم من ذلك لغة وشرعا، كي أزمو آيات
استنباط میشو از لگاه لغت هم و از لحاظ شریعت هم موافق بود، فلا حرج علی، ده او کدام حرج نیست. دوم تفسیر بالرأی المذموم است، رأی بد، رأی قبیح، رأی است لیکن رأی خوب نیست، هواس، خواهش یک مفسر خودش است، در یک آیات از او تفسیر میکند. تفسیر بالرأی مجرد رأی و خواهش یک مفسر که او از نگاه لغت هم درست نمی باشد و از نگاه نصوص شریعت هم قواعد شریعت هم درست نمی باشد، که برابر نمی باشد با نصوص شریعت و همچنان برابر نباشد با لغت عربی. این تفسیر مجرد بالرأی است، این تفسیر اهل بدعت است، این تفسیر مذاهب باطله است که به خاطر ترجیح عقاید باطله خود و به خاطر که دلیل شود برای رأی باطلشان از این استدلال میکند، لیکن این دلیل درست نمی باشد. وقتی که یک رأی باطل را پیش میکند، باز از قرآن برش استدلال، از هوای نفس خود برش استدلال میکند، در حالی که نه لغت عربی، نه به لغت عربی موافق باشد با قواعد لغت و نه به هم به نصوص شریعت و قواعد و اصول شریعت موافق باشد. این قسم تفسیر اگر کسی کرد که به خاطر رأی باطل، قوت رأی باطل خود و با خاطر قوت اعتقادات باطله خود آیات قرآنی را میارد و او آیات قرآنی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به قسم تفسیر کرده باشد، نه صحابه به او قسم تفسیر کرده باشد، نه تابعین به او قسم تفسیر کرده باشد و دیگر نصوص قرآنی مخالفش باشد، این قسم تفسیر، تفسیر بالرأی المذموم است و این تفسیر جائز نیست. امام ابن تیمیه رحمه الله درباره این قسم مردم که تفسیر بالرأی المذموم را میکند میفرماید: ان مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المفسرين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. اقسم مردم اول يك اعتقاد باطل را ميكند، يك عقيدة باطل داشته ميباشد، باز الفاظ قرآني را بأو حمل ميكند، دلائلش از قرآن برش ميارد، لیکن او دلائل نه سلف گفته باشد، نه صحابه گفته باشد، نه تابعین گفته باشد، نه مفسرین معتمد او رأی را گرفته باشد، یک تفسیر بالرأی المذموم است و ای جائز نیست. حکم تفسیر بالرأی المذموم چی است؟ حرام است، حرام، جائز نیست. امام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: فاما تفسیر القرآن بمجرد الرأی فحرام. تفسیر قرآن بمجرد رأی حرام است، که موافق لغت عربی نباشد و موافق اصول و قواعد شریعت هم نباشد، یک قسم رأی ظاهر کردن که خلاف شریعت باشد و خلاف تفسیر صحابه و تابعین و تبع تابعین باشد، این مجرد رأی است و این حرام است. دلائل حرمتش چی است؟ چرا برش حرام میگوییم؟ خود قرآن میگوید، الله جل جلاله فرماید: دلائل از کتاب الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. چیزی که تو در او درباره او علم ندارید، در او استاد نشو، در او جا چیزی نگو، در او جا رأی خود را ظاهر نکن، چون ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. گوشها، چشمها و دل همه مسئول هستند، از او پرسان می شود که تو چی شنیدی، چرا دیدی و با چه فکر کردی. پس چیزی که در آن علمت نباشد و برات معلوم نباشد، در او جا استاد شدن
و دروج رأی خود را ظاهر کردن جائز نیست و تفسیر بمجرد رأی قول على الله بغیر علم و مجرد رأی که مطابق لغت عربی نباشد و مطابق قواعد شریعت هم نباشد تفسیر کردن یک آیت قرآن کریم یک قول على الله است تا در مقابل قول الله جل جلاله استاد شدی و علم هم نداری و در زیر وعیدی این آیات می آیی که و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون در باره الله چیزی می گوید در باره قول الله چیزی می گوید لا تعلمون که شما نمی دانید ولی تبین للناس ما نزل الیهم بایمی معنی است که پیامبر باید قرآن را به مردم برساند نه ای که کسی که در مقابل قول پیامبر صلی الله علیه وسلم یا صحابه و تابعین یک رأی خود را از قرآن کریم استدلال میکند ای جائز نیست دلائل از سنت نبوی على صاحبها الصلاة والسلام حديث ابن عباس رضي الله عنه ماس از رسول الله صلى الله عليه وسلم روايت ميكند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار كسي كده القرآن الكريم چيزي گفت بدون علم فليتبوأ مقعده من النار جاي خود را در دوزخ بري خود مهيا کرد وعید بسیار کلان است تفسیر قرآن کریم را خودتان نکنید حتی ولو که شما ترجمه یک آیات قرآن کریم را هم بکنید باید از یک تفسیر معتبر برش حواله بدهید محصلین ما وقتی که مونوگراف را نوشته میکند ما برش میگویم که شما آیات ها را که ترجمه میکنید از تفاسیر ترجمه کنید خودتان ترجمه نکنید و حواله بدهید و یا در مقدمه نوشته کنید که در این مونوگراف که ما آیتها را ترجمه میکنیم از فلان تفسیر میگیم تا که با یک تفسیر معتمد حواله شود تا نشود که تفسیر قرآن را و ترجمه قرآن را از هوا و خود بکنید وعید بزرگ است من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار کسی که در قرآن کریم بدون علم چیز گفت برای خود در آتش جهنم جای خود را برای خود مهیا کرد من قال فی القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ کسی که در قرآن کریم رأی خود را ظاهر کرد ولو که مصیب هم شد ولو که درست هم برآمد فقد أخطأ ای خطاست چون احتمال خطا را دارد در قرآن کریم رأی خود ظاهر کردن درست نیست صحابه رضی الله عنهم هم درباره تفسیر بالرأی اقوال دارد امام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید روی عن بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم و غیرهم انهم شددوا في ان يفسر القرآن بغير علم از بعض اهل علم روایت شده از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم که آنها بسیار تشدد کرده که بدون علم قرآن کریم را تفسیر نمی کرد از ابو بکر صدیق رضی الله عنه روایت است که او فرموده ای ارض تقلنی و ای سماء تظلنی اذا قلت فی کتاب الله ما لم اعلم کدام زمین مرا جای میده کدام زمین مرا میماند و کدام آسمان در زیر سایه او ما استاد میشه اذا قلت فی کتاب الله ما لم اعلم وقتی که در کتاب الله چیزی بگویم که من نمیدانم یعنی ای ارض تقلنی و ای سماء تظلنی به این معنی است که من باید در این دنیا نباشم وقتی که این کار را بکنم این زمین باید برای ما جای نته وقتی که ما در کتاب الله از بدون علم چیزی بگویم
ای اسمان باید برای سایه نشود وقتی که در کتاب الله ما بدون علم چیزی بگوید. اذا قلت في القرآن برأيي او بما لم اعلم، ای تو روایت تمام آمده وقتی که برای خود قرآن در چیزی میگوید. عمر ابن خطاب رضی الله عنه بالای منبر بود و آیات های قرآن کریمی را تلاوت میکرد. وقتی که به این آیات رسید و فاکهتا و ابا انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فاكهة رخما مش ناسم كمي ورمي قويل فما الأب أب جيس ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر التكلف اسكي آلي مانا رب ما خدم ظاهر ميكري خداوند جل جلاله اب گفته اب که هر چیز است خو یک نعمت الله است، تکلف نمی کنیم که حتما باید بدانم. ابن ابی ملیکا از ابن عباس روایت می کند لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فابى ان يقول فيها. ابن ابی ملیکا می فرماید که از ابن عباس رضی الله عنه پرسان شد درباره یک آیات لیکن او ابا ورزید که نمیدانم. ابن ابی ملیکا می گوید که اگر از شما کسی پرسان می کرده او آیات شاید شما یک چیزی می گفتی، لیکن ابن عباس ابا ورزید انکار کرد گفت نمی فهمم. از جندب ابن عبدالله یک صحابی است، یک نفر از او پرسان کرد درباره یک آیات از قرآن کریم. جندب ابن عبدالله گفت احرج عليك ان كنت مسلما لما قمت عني او قال ان تجالسني. ما تکلیف شدم اگر مسلمان باشی. پرسانان از نکر امرای من نشین درباره قرآن کریم پرسان از من نکن در آیات های قرآن کریم که من نمیدانم، شاید از دان ما یک چیز برای و او معنای آیات قرآنی نباشد. از این معلوم میشد که صحابه چقدر احتیاط کار می گرفت در تفسیر قرآن کریم. و از این معلوم میشد که در قرآن کریم رأی خود ظاهر کردن و برأی خود تفسیر کردن جایز نیست. اقوال تابعین هم در عباره آمده است. یحیی ابن سعید از سعید ابن مسیب روایت میکند که میفرماید که سعید ابن مسیب در قرآن کریم چیزی که برش معلوم بود او را معنا میکرد و چیزی که برش معلوم نبود او را معنا نمیکرد. و شعبی میگوید که والله ما من آیت الا وقد سألت عنها. از هر آیت ما پرسان کردیم از علما. چرا؟ یه روایت از الله تعالی است، باید دایی از احتیاط کار بگیریم. مسروق یک طابعی بزرگ است، او میفرماید اتقوا التفسیر، درباره تفسیر بترسید از الله، فانما هو الروایت عن الله، چون تفسیر روایت از الله است. سخن الله را تفسیر میکنی باید احتیاط بکنی. روایات دیگر هم موجود است و می اکتفا میکنیم که ای همه دلائل به ای دلالت میکند که تفسیر به رأی که رأی مضمون باشد جایز نیست. علما باید بسیار احتیاط بکند درباره
تفسیر و درباره استدلال از آیات، یه تو نشود که آیات را در جایی دلیل بیارد که او جایش نباشد. پس لازم و ضروری است که ای به این معنا نیست که از کسی پرسان شود و او معنای آیات را برای کسی نگفت یا علم را پوت کرد. علم را پوت نکرد، چیزی که برش معلوم است او را بیان میکند و چیزیش که برش معلوم نیست از او اجتناب میکند. پس تفسیر بدون وحث، تفسیر بالمأثور، تفسیر بالرأی. باز تفسیر بالرأی تفسیری است که یک عالم از هوا و خواهش خود تفسیر میکند که مطابق لغت عربی نباشد و مطابق اصول و قواعد شریعت هم نباشد. تفسیر بالرأی دو است، اگر مطابق لغت عربی و مطابق قواعد شریعت باشد جایز است، دلایلش گفتیم، و اگر مطابق لغت عربی و قواعد شریعت نباشد این تفسیر بالرأی المذموم است، این ناجایز است، این حرام است و دلایلش هم گفته شد. یک وقفه میکنیم و از وقف بعد از وقفه درس خود را تکمیل مینماییم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.